ایلان ماسک و رویای سفر به مریخ. ایلان ماسک مؤسس شرکت اسپیس‌ایکس و تسلا موتورز در نمایشگاه فناوری در شهر آستین، مرکز ایالت تگزاس از طرح‌های جاه‌طلبانه و امیدوارانش برای مسکونی کردن سیاره مریخ سخن گفت. اون در سخنرانی خودش تاکید کرد ساختن پایگاهی برای بشریت در مریخ به طوری که انسان بتونه مستقلا نیازهای خودشو برآورده کنه اهمیتی حیاتی داره. به گفته ماسک سیاره مریخ در مقایسه با کره ما از زمین فاصله بیشتری داره و اگر جنگ جهانی سومی روی کره زمین بشه بقای گونه انسان در مریخ تضمین میشه. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. امروز میخواییم در مورد رویای سفر به مریخ و ایلان ماسک صحبت کنیم. لطفاً قبل از شروع ویدیو به چنل ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو برای دیدن ویدیوهای جدید ما روشن کنید. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس‌ایکس در جدیدترین اظهار نظر خودش توی یک مراسم اهدای جایزه اینترنتی در برلین آلمان اعلام کرده که کاملا مطمئنه شرکت فضایی اون انسانها رو توی سال 2026 یا قبل‌تر از اون با موفقیت بر سطح مریخ فرود خواهد آورد. ماسک گفت اگر خوش شانس باشیم حتی شاید تا 4 سال دیگه به مریخ برسیم. ما می‌خوایم ظرف 2 سال آینده یک وسیله نقلیه بدون سرنشین رو به اونجا بفرستیم. ماسک همچنین در سخنان خودش به برنامه‌های آینده شرکت اسپیس‌ایکس برای مریخ صحبت کرد و جدول زمانی در دست برنامه ریزی برای سفر به سیاره سرخ با موشک استارشیپ رو مشخص کرد که فضاپیمای مورد انتظار نسل بعدی اسپیس‌ایکسه. مأموریت به مریخ. طبق گفته ایلان ماسک، اسپیس‌ایکس میخواد هر 2 سال یه بار و مصادف با پنجره باز مأموریتی به مریخ داشته باشه تا اونا بتونن یه مسیر مطمئن و قابل اعتماد برای ارسال محموله به مریخ مشخص کنن. ماسک میگه میتونید روی این مسیر حساب باز کنید. هر 26 ماه یک بار این کار انجام میشه. درست مثل قطاری که ایستگاهش رو ترک میکنه. ماسک میگه در سال 2022 اسپیس‌ایکس موشک مرموز مارس کلونیال ترانسپورتر رو پرتاب میکنه. این همون موشکیه که در آینده فضانوردان سوار بر اون میشن و سفر 6 ماهه‌شون به سمت مریخ رو در پیش میگیرن. فضانوردان برای اولین بار در سال 2024 سوار بر MCT میشن. مأموریت مریخ بخشی از برنامه سفرهای فضایی سرنشین داره که هزینه نهایی اون تا سال 2037 حدود 217 میلیارد دلار خواهد بود. این هزینه شامل هزینه های مأموریت مریخ، عملیات های مدار زمین و فعالیت هایی که باید برای انجام مأموریت های بعدی در سطح مریخ انجام بشه. استارشیپ. برخلاف مجموعه موشک های قبلی اسپیس‌ایکس از فالکون هوی گرفته تا فالکون 9 که میدونیم همگی فقط تا چند بار قابل استفاده مجددن، هدف ماسک اینه که استارشیپ 100% و بدون محدودیت قابل استفاده مجدد باشه، چرا که در این صورت هزینه ها به شکل محسوسی کاهش پیدا میکنه. استارشیپ اولین موشک در نوع خودش خواهد بود که در عمل شبیه به هواپیماهای تجاریه، چرا که مثل اونها با زمان استراحت و بازیابی کوتاه مدت پروازهای متعدد و پشت هم خواهد داشت. رویای سفر به مریخ. اسپیس‌ایکس در رویای بلند پروازانه خودش در نظر داره که مأموریت سرنشیندار خودش رو توی اوایل سال 2024 به فضا پرتاب کنه و در حال حاضر این عرصه رو به شکلی از آن خودش کرده که هیچ نهاد فضایی دولتی یا شرکت خصوصی رقیبی بر سر راه این شرکت نیست. چنین طرحی به معنای اینه که شرکت آقای ماسک تا 100 استارشیپ در سال بسازه که هر کدوم از اونها قادر خواهند بود 100 سرنشین رو توی خودشون جا بدن. بنا به متنی که با لحن مفتخرانه در راهنمای کاربران موشک فضاپیمای اسپیس‌ایکس نوشته شده، این موشک دارای کابین‌های خصوصی، قسمت‌های مشترک بزرگ، انبار مرکزی، پناهگاه طوفان‌های خورشیدی و یک گالری بازدیده. این شرکت آزمایش نمونه‌های اولیه استارشیپ رو در ژانویه 2020 آغاز کرد. اما تا اینجای کار همه چیز رو با سرعتی شگفت‌آور پیش برده.
آقای ماسک امیدواره که در صورت رسیدن به مریخ استفاده از متان به عنوان سوخت به معنای ترکیب آب زیرزمینی و کربن دی اکسید اتمسفری باشه و در این صورت فضاپیمایی که پرتاب شده میتونه با ایجاد واکنش ثباتیه به صورت خودکفا از سوخت لازم برای بازگشت به زمین برخوردار باشه. چرا در ابتدا سفر به مریخ با مرگ عده‌ای همراه خواهد بود؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو در بخش کامنت ها برای ما بنویسین و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.